امروز میخوام راجع به سخت‌ترین و عظیم‌ترین نبردهای روحانی، جنگ‌های روحانی که یک ایماندار از بد به تولد روحانیش با اون داره دست و پنجه نرم می‌کنه و دست و پنجه هم نرم خواهد کرد تا موقعی که عیسی مسیح بیاد. فکر می‌کنین راجع به چی می‌خوام صحبت کنم؟ دعا کردم در کجا بود که عرق مثل خون از پیشانی مبارک عیسی مسیح در دعا کردم بود دیگه، درسته؟ منظورم نه هر دعایی، اون دعایی که در اراده خداست، نه دعاهای صرفا شخصی. منظور اون دعایی که ما رو تا اوج کمال الهی بالا میکشه. آمین. انقدر کلام یه وقتایی شده همیشه عالی بوده، ولی این هفته به خصوص که ایمان دارم کلام پاستور انقدر عالی بود که نمیخواستم یه نقطش به زمین بیفته، چون واقعا خدا دریافت کرده بود. وقتی یه همچین مواقعی پیش میاد واقعا روح القدس هدایت هم میکنه که با یه تعلیم دیگه، این تعلیمی که یک شنبه شده با قوت روح القدس ساپورت بشه. آمین. مارتین لوتر یه اصل بنیادی رو بنا میکنه که یه اصل خیلی عالیه. میگه هر کی خوب دعا میکنه اون شخص خوب هم کلام میخونه. متوجه شدی؟ کسی که کلام نمیخونه معلومه تو زندگی دعایش لنگ میزنه. اینو داره میگه مارتین لوتر، من نمیگم. جان وسلی هم میگه خدا کاری نمیکنه مگر در اجابت دعاها. هیچ کاری نمیکنه مگه اینکه در اجابت دعاها دست و بازو اجرایش به میان بیاد. و پشتوانه گفته جان وسلی این بود که هر روزش قبل از اینکه روزش شروع کنه با 2 ساعت دعای شخصی شروع میکرد. وقتی کسی جوینده خداست عزیزان، وقتی کسی دنبال خداست، دعا نه تنها یک چیز پیش پا افتاده حاشیه‌ای در زندگی نیست، بلکه جدیترین عمل برای یک ایمانداره، پربارترین حرکت یک زندگی ایمانداره از بدو تولد تازش. یک چیز حاشیه‌ای نیست. متوجه هستی؟ من خودم خیلی متوجه شدم، خیلی طبق تجربه، که ما به خصوص ملتی که از شرق میام، شرق زمین، به راحتی در قسمت دعا شکست میخوریم. چرا؟ چون به ما یاد دادن، چون به ما یاد دادن که از پیش همه چیز مقدر شده. خدا همه چیزو، هیچ چیزو نمیشه عوض کرد. آب ریخته رو نمیشه جمع کرد، خود کرده رو تدبیر نیست. نیست؟ به خاطر همین اگرم دعایی رو شروع کنی میگیم دیگه چرا اینقدر مستمر، چرا اینقدر ممارست کنی، وقتی خدا کاری رو که میخواد بکنه در نهایت دیگه یعنی چی؟ چرا باید دعا کنم؟ برای همین خیلی زود خسته میشیم، خیلی زود جبهه دعامون رو از دست میدیم. ولی وقتی کلام رو میخونیم عزیزان، ما با افرادی در کلام آشنا میشیم که جوری دعا میکردن، جوری دعا کردن براشون خدا در دعا ملموس و عینی بود، که میدونستن وقایعی که تو این زمین در زندگیشون در تاریخ رقم خورده میشه کار اوناست، به اتفاق کی؟ خدا. چون کلام خدا عزیزان از خدایی حرف میزنه، خدایی که به خاطر محبت غیر قابل تغییرش، دوباره میگم به خاطر با خدای ما روبرو هستیم، به خاطر محبت تغییر ناپذیرش حتی تصمیمهای خودشو عوض میکنه. ما با این خدا آشنا میشیم. و پولس چقدر زیبا میگه ما با خدا همکاران هستیم. یعنی ما برای رقم زدن آینده این جهان، زندگیمون، خانوادهمون، نسلمون، داریم با خدا چیکار میکنیم؟ همکاری میکنیم. اگه ما درست دعا کنیم عزیزان، اتفاقاتی در زندگی ما میفته که خیلی قابل رویته. نه فقط در زندگی ما در حول و حوش کلیسامون، در تاریخ زندگیمون میبینیم اتفاقاتی میفته. واقعا به این بخش رسیدم، یک عالم چیزایی داشتم که سندیت تاریخی داشت. شاید در هفته های بعد همه اینا رو با سندیت بیام اینجا مطرح کنم.
اگر بیاموزیم که یک دعای واقعی بکنیم، دعای واقعی رو نه فقط دعای واقعی بکنیم، بلکه دعای واقعی رو چیکار کنیم؟ بیاموزیم، یاد بگیریم. چرا اینو میگم؟ در لوقا باب 11 شاگردا میان چی میگن؟ میگن ای سرور ما، دعا کردن رو به ما بیاموز. چرا دارن این حرف رو میزنن؟ آیا یه مش بت‌پرست بودن؟ اونا کسایی بودن که به کلام خدا از بد و طفولیتشون وصل بودن. اونا دعا کردن در تمامی لحظات زندگیشون میکردن، ولی وقتی با عیسی مسیح روبرو شدن، فهمیدن در کیفیت و کمیت دعای عیسی مسیح یک چیزی وجود داره که هرگز در گذشته وجود نداشت. اگه اونا میخواستن صحنه بشریت رو تحت شعاع قرار بدن، اگه میخواستن تغییری در دنیای انسان و بشریت ایجاد کنن، باید دعا کردن رو میاموختن. برای همین رفتن پیش عیسی مسیح و اینو گفتن. وقتی ما اینو به گوشمون میشنوه و میخونیم، به این نتیجه میرسیم که دعا کردن عزیزان یک فرایند چیه؟ آموزشیه. پس اگه نتیجتاً اگه آموزشیه، پس من و تو میتونیم یاد بگیریم. پس اگه آموزشیه، نه فقط میتونیم یاد بگیریم، بلکه در این فرایند یادگیری حتی میتونیم شکست بخوریم، میتونیم تجربه کنیم، میتونیم آزمایش کنیم، میتونیم رشد کنیم، میتونیم به درجات عالی برسیم. چرا؟ چون در مکتب روح القدسه، در مدرسه روح القدسه، کسی که میخواد یاد بگیره آموزش میبینه، اون دعای حقیقی رو آموزش میبینه. عزیزم، ما احتیاج داریم دعا کنیم، ما نیاز داریم دعا رو یاد بگیریم. چرا؟ چرا؟ چون نیازمند دعا هستیم. افسانه ای در دنیا وجود داره، یک داستان غیر واقعی عزیزان، که اینطور میگه، میگه خدا به کسایی کمک میکنه که به خودشون کمک میکنن، ولی حقیقتی که در کلام گنجونده شده میگه که این حقیقت حقیقت محضه. میگه خدا به کسایی کمک میکنه که احتیاجشون و نیازشون رو به خدا، به دعا میدونن و ابراز میکنن و این نیاز و احتیاج رو به صورت دعا به حضور او میارن، که خودشونو در دعا، کسی که زانو میزنه داره فریاد میزنه به آسمون که من نیازمند خدا هستم و خدا به این شخص کمک میکنه. خوشا به حال مسکینان در روح، کسی که در روح مسکینه نیاز خودشو به خدا میبینه. بنابراین اولین قدم به سوی مسکین بودن در روح اینه که به دعوت بلند عیسی مسیح بله بگیم. این دعوت چیه؟ که قلب خودتو در دعا به من بسپر، در دعا وابستگی کامل به من داشته باش. همون زندگی که عیسی مسیح روی زمین کرد، گفت من هیچ کاری نمی کنم، وابستگی کامل، به جز این که ببینم پدر همون کاری که میکنه در دعا میفهمید دیگه، منم همون کارو میکنم. و از این میفهمیم کسایی که به عیسی مسیح ایمان ندارن عزیزان، در جهالت روحانی زندگی میکنن، سرگشتن، بی پناهن و به زبان ساده تر یک یتیم حقیقی هستن. چون وقتی که ما با دعا در نام عیسی مسیح به آسمون، به اون قدرت آسمون وصل نیستیم، نهایتا به پدر وصل نیستیم، درسته؟ پس چه احساسی به ما دست میده؟ احساس یتیم بودن. و بارها من راجع به روح یتیمی صحبت کردم که منظور روح یتیمی داشتن این نیست که کسی پدر مادر نداره. ممکنه پدر مادر داشته باشی، نمیدونم، یه بارم از دهنم در رفت گفتم چندین پدر و مادر، اما بارها خودت احساس میکنی خیشان داری، دوستان داری، ولی بازم احساس تنهایی، خلا، انزوا میکنی. ولی کسایی که در مسیح عیسی مسیح به عیسی پیوستن، حتی اگه در بدترین شرایط و موقعیت باشن، در تای وجودشون هیچ وقت احساس تنهایی نمیکنن، چون در دعا چیه؟ به اون وصلن در نام عیسی.
قدیس اگوستین میگه همونطور که ماهی برای زندگی به آب نیاز داره، بدون آب میمیره، یک ایماندار در زندگی روحانیش به دعا نیاز داره. عزیزان، کلام خداوند وقتی ما میخونیم برای ما غذا و آبه، ولی دعا مثل یک حواس برای ایماندار. یک ایماندار میتونه چند روز بدون آب و غذا زندگی کنه، ولی یک ایماندار بدون هوا نمیتونه زندگی کنه. مثل یه غواصی که وقتی اکسیژن یه لوله بهش وصله، این لوله گرفته بشه چی میشه؟ زیر آب چی میشه؟ خفه میشه. وقتی یک ایماندار دستا و چشماشو میبنده و شروع میکنه به دعا، پدر در آسمون دستا و چشماشو برای نیاز او باز میکنه. آمین. وقتی ما در نام عیسی مسیح دعا میکنیم عزیزان، دعا در زندگی مادی ما، در زندگی فیزیکی ما جسم میپوشه. حتی اگه جوابی که منتظرشیم پیدا نکنیم عزیزان، من الان 20 خورده سال دارم دعا برای یه موردی میکنم، هنوز پیدا نکردم، هنوز دریافت نکردم، ولی هر دفعه که دعا کردم چی شده؟ یک تغییر، یک تحولی در قلب من که قابل رویت بوده در بیرون به وجود اومده. یک چیز معنوی در من به وجود اومده. چی بوده؟ امید، انتظار، که گفتم خدای میدونم حتی اگه من بمیرم، چشمامو ببندم، تو روزی دعای من روی این زمین جواب خواهی داد. متوجهی؟ وقتی که دعا نمی کنیم عزیزان، در زندگی روزانه ما تغییر و تحولاتی به وجود میاد و کم کم ما پایین و پایین تر میشیم و وابستگیمون به انسان ها مثل قدیم خیلی بیشتر میشه، دنبال واسطه ها میگردیم. اگه ندونیم، اول این چیزی که میخوام بگم راجع به دعا، دعا اجباری نیست که اگه چند روز دعا نکنیم با خدا رابطه نداشته باشیم در آخرت برای ما تنبیه نمیدونم مکافات میبینیم، اینو نمیخوام بگم. دعا در مسیحیت شیوه زندگی یک ایمان داره، مثل یک سوخت یک ماشینه. اگه دعا در زندگی یک ایماندار باری به هر جهت باشه، فقط یک شنبه ها باشه، گاهی جلسه خواهران باشه، مثل یه ماشینیه که وسط هفته سوخت تموم میشه، کجا میمونی؟ کنار خیابون. ماشین میمونه کنار خیابون نیست، باید بیای چند نفر حولش بدی، الان بریم یک شنبه ها، بریم پنج شنبه ها، تا یه مقداری سوخت بهت برسونه، یه نفر یه تزریقی بکنی، یه اکسیژنی بهت برسونه، یک تنفس مصنوعی بهت بده، یه ذره میگی حالم خوب شد، بعد میری دوباره چی میشه؟ میگه نشتی داره. چون زندگی مسیحیت یک مثل هوا، تو میتونی یه ساعت نفس نکشی؟ نمیتونی. دعا یک رابطه ما با خداست، گفتگو بین دو روحه. دعا عزیزان محصول آشتی انسان با خداست، محصول نجات ماست، محصول کاری که خدا روی صلیب برای ما انجام داده و قیمتشو پرداخته که امروز در روح تو بتونی با خدا کانکت بشی، یک بشی. وقتی یک ایماندار تولد تازه دریافت میکنه، در یک موقعیت، یک بود روحانی خاصی قرار داره که نمیتونه اصلا دعا نکنه. یک ایماندار وقتی دعا میکنه، انگار خودشو در دستای پر مهر خدا میذاره. دعا مثل یک صمیمیته، زور نیست، اجبار نیست، مثل یک صمیمیته با یک قدرت نامحدود. از این کلماتی که من دارم میگم فقط خیلی واقعا نامحدوده در مقابل عظمت شگفت انگیز دعا، و نمیتونم، واقعا قابلیت اونو ندارم و باز هم مثل همیشه میگم کم میارم و از این که حق مطلب رو ادا کنم. و دعا فقط این نیست عزیزان که بریم حرف بزنیم، بلکه دعا شنیدنه. میگه گوسفندای من صدای منو میشنون. در دعا تو اگه نتونی بشنوی، فقط بری عرایض خودتو به او بگی، بعدش هم بگی آمین، مثل یک ایمانداری ورشکسته فقط میری و میان. اگه تو توسط دعا
با خدا که خیلی موقع ها من دیدم واقعا مثل یک کارگر برخورد میکنیم با خدا، چیزایی رو میگیم، دعاهامونو میگیم و بعد چی کار میکنیم؟ آمین، تموم شد، برای نمیدونم این کارم بکن، برای اون کارو انجام بده، خونم، پاسم، شوهرم، آرامشم، شادیم، صلحم نیست. اگه یه روزم این چیزا رو دریافت نکنیم خیلی راحت ناامید میشیم، خیلی راحت ناامید میشیم. اگه زندگی با ما ناعادلانه برخورد کنه، فقط دنبال عدالت باشیم، انصاف باشیم، تو کلیسا همه به ما محبت کنن، دعا کنیم، جواب دعاهامونو بگیریم، اگه دو روزم این چیزا نباشه، این چیزا رو دریافت نکنیم، آیا دوباره ادامه میدیم؟ چون دعا منظور دعایی نیست. برای همین خیلی ها استقامت ندارن که در موکب ظفر مسیح جلو برن، چون صدای خدا رو نمیشنن و فقط میان عرایز خودشونو به اون میگن. دعا ما رو در یک رابطه نیایشی و پرستشی با خدا قرار میده. دعای واقعی عزیزان عیسی رو کارگر ما نمی کنه که این کارها رو برای من انجام بده، نیست؟ یک ایماندار خوانده شده که وقتی دعا میکنه به قلب خود خدا وصل شه. بارها من راجع به دعا صحبت کردم که خیلی زمانهای دعا روی او رو میطلبیم. در اون روی یادتونه دعا میکنم روی او رو، وقتی روی او بیاد دیگه تو لیست دعا رو بذار، فقط دست بذار، ای خدا و تو میدونی این چیه، خدا به میان میاد. وقتی تو دنبال روی اوی، ملکوت اوی، دنبال اونی که قلب تو با قلب او یک بشه، وصل شه. او پادشاه زندگی تو، سرور زندگی تو، ارباب زندگی تو بشه. در نتیجه وقتی اینجور دعا میکنی قلب تو با قلب خدا یک میشه و هر روز یک مسیحی بوی عیسی مسیح از او دیده میشه. عزیزان واقعا ایماندارایی رو دیدم، از تو ایران تجربه داشتم، از اینجا انقدر با ایمان دعا میکنم، با اقتدا اینو بده، اینو بده، اینو شفا بده، اونو شقشنگ یه بار چیز کرده بود. آره ما چند وقت دعا کردیم، پسرم معتاد بود، همه هم نبوت کردین، الان نمیدونم اعتیادش خوب میشه، با ایمان دعا کن، دریافت کن. ایماندارام هستن تابستونی، فقط در تابستون زندگی میکنن، شور هیجان. نه ایماندارای زمستونی هم هست، ایماندار زمستون هم در زندگیشه که خالیه، حضور خدا رو تجربه نمیکنه، شفا نمیاد، هیچ چیزی از خدا دریافت نمیکنه، ولی اینجوری به آسمون آویزونه، وصله. ولی ایماندارای تابستونی تا بهشون ندی قشنگ زنگ زد، هیچ وقت یاد باشه الان پسرمون معتاد بود شفا پیدا کرد، ولی الان دوباره معتاد شده، برای همین قربونش میرم همون دنبال اسلام. متوجه هستین؟ اگه فقط دنبال دریافت باشیم، دنبال وصل شدن قلب خودمون با خدا نباشیم، مخصوصا در شرایط سختی، تجربه درد، که شاید فقط سکوت باشه، شبهای تاریک جان رو ما حرکت میکنیم. مادر ترزا سالها خدمت عاشقانه به افراد میکرد بدون که صدای خدا بشنوه، بدون که احساساتش، حواس پنجگانش قلقلکای روحانی بشه، وای خدا رو دیدم، رویا گرفتم، هیچ این چیزا نبود. با ایمان، نه با دیده، با دیدار، بلکه با ایمان خدا رو تجربه میکرد و دیگران رو خدمت میکرد. عزیزان دعا خیلی نقش نجات شناسی اساسی داره برای نجات شناسی ما. ایمانداری که دعا نمیکنه بعد از گذشت زمان به نجات خودش شک میکنه، کم کم از خیلی از مشارکت ها کنار میکشه. در دعاست که وقتی ما دعا میکنیم مثل یک زائری میمونیم که کم کم مثل اون قوم اسرائیل از کوه بالا میریم به سمت زیارتگاه خودمون. این زیارتگاه کیه؟ عیسی مسیح خداونده. هدف اونه که در دعا مثل یک زائر روی او رو بطلبیم و در نهایت با او وصل شیم. آمین. دعا یک حرکت زنده است به سوی معبد خداوند. اینکه خداوند چشمای من به سوی کوهاست که اجابت من از جانب خدا بیاد، مثل چشمای کنیزی به سوی خاتون خود، مثل چشمای غلامی به سوی آقای خود. من در مذبع دعا چشمامو به سوی خدا میندازم، نمیخوام الان آرامش و این و اون و همه چی رو دریافت کنم، بلکه میخوام با خدا یک باشم. آخه مگه میشه کسی با خدا یک بشه پشتش آرامش، شفا، امید، امیدواری در زندگی او جاری نشه؟ آمین.
ما در مسیحیت چند گونه دعا داریم و در وقتی دارم این روش ها رو میگم عزیزان، نمیخوام یک چیز آنکارتی به شما بگم، یک چیز فرمولی رو به شما بگم، بلکه به وسیله این تعلیم میخوام یک راهی برای اون دسته افرادی باز کنم که زندگی دعایی خوبی ندارن و ثمراتشو خیلی راحت قابل رویت توی کلیسا. راهی رو برای این افراد باز کنم که به قوت روح القدس نمن وارد اعماق اون دعای اصلی بشن، اون دعای حقیقی بشن. آمین. اولین دعا که بهترین و اساسی ترین دعا در مسیحیت دعای ربانیه عزیزان. دعای ربانی کلیده برای باز کردن این دهان ما به دعا. دعای ربانی کلید باز کردن نه فقط در، بلکه دروازه های خداست برای اینکه وارد عمق های خدا بشی و با او رابطه داشته باشی. آمین. و دعای ربانی خوبه بدونی یک الگو نیست، یک مدل نیست. عیسی مسیح و حواریون مقدسش با تسبیح این دعاها رو نمیگفتن وردگونه، بلکه این دعاها رو تکرار نمیکردن. بعضی میگن ما حفظیم دعای ربانی رو، بلکه انگار تپش قلب اونا بود. هر تپش قلبشون وقتی این دعای ربانی رو میگفتن، قلب اونا بود که در حضور خدا فریاد میزن. عزیزان این دعا ملک ذهن و قلب اونا شده بود. یادگیری دعای ربانی کم کم اونا رو به جایی میبرد که قلب اونا با خدا سخن بگه از طریق این دعای ربانی، نه فقط به زبان اونا یه وردی رو بگه. دومین روش الگو برداری. اینا رو برای کسایی میگم میگه من میخوام دعا کنم دهنم باز نمیشه. خب وقتی دهنت باز نمیشه معلومه تو کتاب مقدس اشراق نداری. دومین جایی که واقعا دعای ما رو مزبه دعای ما رو آتشی میکنه کتاب مزامیره. کتاب مزامیر دعای کلیساست که بارها بارها خود حواریون عیسی مسیح، خود عیسی مسیح از کتاب مزامیر چیکار کرده؟ به زبون آورده. وقتی روی صلیب بود چی میگفت؟ الهی الهی چرا منو ترک کردی؟ داشت چی رو میگفت؟ مزمور 22 رو میگفت. مزامیر خیلی مهمه. اولین بار که اومدم تو این کلیسا پاستور به من یاد داد که هر روز این مزامیر رو مثل یه قرص، مثل یه قرص ویتامین بردار. هر روز یه دونه مزمور بخون، هر روز یه دونه امثال بخون، چون مزامیر حدیث و صدای نفس انسانه. وقتی تو دردمندی، وقتی تو خشمگینی، وقتی تو مایوسی، وقتی میترسی، چقدر این دعاها میتونه به ما کمک کنه. انگار اندیشه های گفته شده ذهن ماست که به زبون نمیاد، اونا همه اونجا نوشته شده. و چقدر دعای تو قلب. من خیلی موقع ها دعاهای مزامیر رو توی زبونم جاری میشه، چون مزامیر رو صبح خوندم، بعد از اون میتونم دعا کنم. عزیزم مزامیر از طریق روح القدس به داوود داده شده، به نویسندگان داده شده. شما میتونید یه دعای مزمور رو بردارید بکنید دعای قلب خودتون، اندیشه های قلب خودتون و نیاز های قلب خودتون رو به وسیله این مزامیر هر روز و مذبح دعاتون بیارید. ما همراه میشیم با سرایندگان مزامیر وقتی مزمور رو میخونیم، از عمق ناامیدی، شکایت، ترس، چه کنم چه کنم، به قله های رفیع ایمان، امید، شادی صعود کنیم، در حرکت باشیم، با وصل شدن به این دعاهای عالی که در ماست. و نویسندگان مزامیر چقدر دعاهای ما رو عمیق‌تر میکنن، واقعی‌تر میکنن، ما رو هدایت میکنن، جاپا به ما میدن که ما جاپامونو پای اونا بذاریم و از این کوه مقدس خدا که میگه کیست که به کوه مقدس خدا بیاد، کیه که بتونه بیاد، روح توبه میده، پاک دستی میده، قلب ما رو پاک میکنه، متوجه هستیم، و کمکمون میکنه که ما این زیارت خودمونو شروع کنیم و در نهایت به عیسی مسیح خداوند وصل بشیم. و دعاهای دیگه به عنوان نمونه دعای مریم، چه دعای عزیزیه، چه دعای شیرینه. من خودم دعاها رو از همین دعاها یاد گرفتم. خدا رو تمجید میکنم، خداوند رو جلال میدم، زیرا بر حقارت کنیز خود نگاه کرد. برای همین جان من در من وجد میکنه. مریم در چیه؟ در پرتگاه بی آبرویی بود.
یه دختر 16-17 ساله حامله شده بود. فقط میگه جان من در نجات دهنده من وجد میکنه، زیرا اون قادر عظیم کارهای عظیم برای من کرده که جانم وجد میکنه. آمین. دعای حضرت زکریا که فرزند مبارکش یحیی رو وقتی متولد کرد، سرود متبارک، چقدر زیبا خدا و خدای اسرائیل متبارک بود، زیرا قوم خودش تفقد کرده، برای ایشان یه خدایی مقرر کرده، ساکنین در ظلمت رو که پاهاشون توی تله بود بیرون آورده. دعای حنا یادتونه؟ راجع به دعای حنا اصلا یک بار موعظه کردم، تو یوتیوب میتونیم ببینین، اول سموئیل باب 2. دل من در خدای من وجد میکنه، شاخ منو در خدای من برافراشته، دهانم بر دشمنانم فخر میکنه، پاهای منو روی صخره گذاشته. اینا دعاهای، چرا باید بگی من دعا بلد نیستم؟ ما آیا فرزند لالمونی داریم؟ خدا دهان ما رو برای حمد و تسبیح باز کرده و نجات داده. چرا نباید دعا بلد باشیم؟ چون کلام نمی کنیم عزیزان. دعای عزرا رو نگاه کنیم، باب 9. ای خدای من خجالت دارم از بلند کردن سر خودم به سوی تو، چون گناهای من و قوم من عظیم شده، تقصیرهای من بالا اومده. ببین پادشاهان فارس چطور به ما حیات دادن، چطور به ما کمک کردن که بریم خانه ای تو رو بنا کنیم. دیگه رومون نمیشه بریم پیش پادشاهان فارس بگیم گماشته برای ما بفرش که از این راه زنا حفظ بشیم، در راهی که میخواستن برن. برای همین خودمونو خار میکنیم، جلوی تو زانو میزنیم و دعا میکنیم ای خدا تو ما رو حفظ کن. عزیزان 4 ماه سفر بدون این که راه زنا به اونا تخطی کنن با سرافرازی رفتن. چرا؟ چون دعا کردن، بلد بود از راه چجوری روی خدا رو به طلبه. تو باید دعا یاد بگیری. اگه یه روز کلیسا نداشته باشی، اگه شبان نداشته باشی، چی کار میخوای بکنی؟ اگه تو کتاب مقدس رو نخونی، چطور واقعا میخوای زندگی ایمانی تو جلو ببری؟ چرا یک ایماندار به خودش رحم نمی کنه که این غذا و آب و اکسیژن رو با این کلام و دعا به خودش برسونه؟ عزیزان اگه کلیسای ایران در دعا و کلام اینجوری قوی نبود، الان اینجوری کلیساهای زیرزمینی حیات نداشت، جون نداشت، الان همه ابین رفته بودن. تو کلیسای ایران با صورت می‌خوردیم زمین، چون دعا رو یاد گرفته بودیم. نه کسی میدونست الان ما رو میبره بازداشتگاه، بازجویی کردن، دوباره مخونم و ماها تحت کنترل بود. 4 تا بچه قد و نیم قد، 2 جا 3 جا کار می‌کردم. هیچکی نبود بگه اصلا، چون 500-600 نفر بودن، نه اینکه بی‌رحم بودن، نه، تازه 7-8 تا شهید اونجا که فقط خانواده ها رو، شهدا رو باید بلند می‌کردن. فقط دعا بود عزیزان، فقط کلام بود که من الان اینجا، فقط فیض خداست که من الان اینجا هستم. و همینجور ما دعای سکوت داریم، قلبمونو وقتی در مذبح دعامو سکوت می‌کنیم در حضور خدا، و الان چیزی که ماها من دارم انجام میدم، اجازه میدیم در سکوت خدا قلب ما رو تعمیر کنه، بازسازی کنه. این موقعیت ها رو خدا به وجود میاره که ما رو در مخصوصا در اون سکوت، وقتی میکنی سکوت میکنی، انگار این یه دهنی به اون نفس اماره زدی و خودتو از اون تعصبات، از اون چیزایی که درگیرشی بیرون میاری. من دارم چیکار میکنم عزیزان؟ دارم مدل های دعا یادتون میدم. آمین. که وارد بیفتین تو اون اقیانوس عمیق دعا، وسشین به خداوند. همینجور سمبول ها میتونه عزیزان به ما کمک کنه. نمیگم حتما این کار رو بکنی، نمیگم، ولی سمبول ها، من خودم خیلی از سمبول ها استفاده میکنم. تو کتاب مقدس هم اینجوره، اینجور نیست که ما سمبول ها رو رد کنیم. ردای کاهن بوده، لباس کاهن بوده، نمیدونم تمام اجزای معبد مقدس بوده، اینا رو سمبول ها رو خدا میذاره. از طریق این ما سمبول ها رو پرستش نمی کنیم ها، از طریق این سمبول ها ما مذبح دعامون رو آتشین میکنیم. متوجه این؟ من خودم خیلی شدیدم به سمبول ها احتیاج دارم واقعا. این مدت متوجه شدم، گفتم خدایا
واقعا اگه من این همه دارم تو مذبح دعا با سمبول ها با... من خیلی من واقعا اعتراف میکنم از همه شما بیشتر احتیاج دارم. اگه واقعا هر روز در حضور خدا نرم، شاید جا طلبی من، غرور من، خشم من، نفس اماره من، امروز میگفتم دیگه به اینجا رسیدم که همه بیشتره خداوند. اگه نیام هر روز اینجا با تو کشتی نگیرم اصلا نمیتونم اینجا وایستم، چون خودم میدونم چقدر درونم خرابه. روز دستگذاری من خداوند، این هدیه من برای روز دستگذاری بود. این یکی از سمبول های خیلی عزیزه برای من که وقتی که اون نفس اماره که میبینم، جاه طلبی، غرور که خیلی مخفی توی انسان ها، تو من همه تون بیشتره، لحظاتی باید این میخو توی دستم بگیرم، ای خداوند یادم نره چه میخی به دست و پاهای مبارک تو خورده شد که من امروز این لیاقت رو داشته باشم، نذار با مژگان افراشته و سر بلند بخوام دیگران رو خدمت کنم. آمین. یه روز مونده بود به دست گذاریم تو خیابون، در حالی که من سری میرم و میام، ایمان دارم که روح القدس اینو جلوی تو اون تاریکی، تاریکی خیلی زیادی نبود، از جلو هتل رد می شدم، یه نوری افتاده و برداشتم. خداوند من تا حالا یه همچی کاری نکردم. این چه پیامیه که خدا خیلی پیام ها از طریق این به من داد و خیلی موقع ها این سمبول منو کمک میکنه که در دعا عمیق‌تر بشم برای فروتنی که خیلی احتیاج دارم. این سمبوله و آیه هایی که احتیاج دارم برای فروتنی زیرش نوشتم که یادم میره. عیسی میگه من هیچ کاری نمیتونم بکنم به جز این که به تو نگاه کنم. وقتی گیر میکنم، وقتی فقط این فکرهای انسانی میبینم، نقشه های انسانی میاد تو، میگم خدا و منو انقدر فروتن کن که مثل این فقط چشمم به تو باشه. آمین. به آسمون تو نگاه کنم. یه موقع این نگاه میکنم، واقعا میرم تخیل خودمو در روح زیاد میکنم، احساس میکنم حتی این داره نفس میکشه، با من رابطه داره و این مذبح دعای منو متحول میکنه. منو پاسو خیلی متفاوته. خیلی موقع ها واقعا اگه فیض خدا نبود خیلی مشکل تو زندگیمون بود. خیلی موقع ها درگیری پیش میاد، تفاهممون از بین میره، ترس میاد برای کلیسا، برای خدمتمون. یه روز که خیلی واقعا مشکل بینمون به وجود اومده و دیگه هیچ احساس میکنم همه چی داره خراب میشه، ای خدا من گفتم پدر احتیاج به سمبول دارم، کمکم کن. همینجور فقط یه ساعت دو ساعت تو این خیابون را میرفتم اینو پیدا کردم، گفتم این مرو آلبرتی، ای خدا اینم کلیساست، ای پدر جان تو نمیذاری، تو نمیذاری منو آلبرت از یه طرف، من از یه طرف، تو این روح اتحادو میاری و تمام تفاوتامون، تو این روح اتحادو میاری. منو آلبرت مثل این دوتا مورچه ایم، ما چی هستیم؟ هیچ قوتی نداریم. ای خدا من فیض بده این باری که به ما سپردی به مقصد برسیم و خیلی تمام هر چی که تو خونه ما باید با سمبول باشه. من پر از نفس امارم و خیلی احتیاج دارم. میتونین خودت حتی دکوراسیون عزیزان در کلیسا میتونه بار روحانی داشته باشه، میتونه ما اونو پرستش نمی کنیم، سوء استفاده نمی کنیم، ولی نباید تعصبات کورکورانه هم راجب شمایل ها و نمیدونم این چیزا داشته باشیم. متوجه این؟ وقتی اون زن بیمار ردای عیسی رو لمس کرد چی بود؟ ماده بود. عیسی نگفت ای بیا منو پرستش کن، گفت ایمان تو تو رو شفا داد، همون ردا رو دست گرفتی. اوکی متوجه هستین؟ خدا از وسایل، از عوامل برای جاری شدن فیضش استفاده میکنه. پولس پارچه ها رو دست میزد، پتروس میفرستاد برای بیماران شفا میافتن. خدا چی شد؟ جذب کردید. حتی از طریق عیسی مسیح میگه صورت نادیده خداست اون، یعنی شمایل خداست. متوجه این؟ ما از طریق عیسی با خدا آشنا بشیم. اینا چه روشایی بود عزیزان؟ روشایی که بتونه کمک کنه این نفس اماره‌ای که عزیزان با دعا ستیز میکنه، حواستون به منه؟ و این تمام این چیزایی که گفتم دوباره میگم که کمک کنه با این نفس اماره، خیالتون رو راحت کنم عزیزان، این نفس از دعا خوشش نمیاد، فشابشش میاد. متوجه این؟ خیالتون رو راحت کنم.
ما احتیاج داریم. یکی ایماندار وقتی زانو میزنه میدونه، میدونه وقتی زانو میزنه قلعه های شیطان، مشورت های شیطان به زیر میافته. برای همین شیطان میاد دنبال اون ایماندارای چی میگن که قربونش برم، فقط میرن و میان، عمقی ندارن. برای همین اونا رو اولین کاری که میکنه از مذبح دعاشون جدا میکنه، میگه حالا برو دنبال واسطه، این خادم، این کشیش برای تو دعا کنه. نه، خودت اگه فرزندی خودت این اقتدار رو داری، فرزندی وارثی، چه یه ماهه باشی چه 30 ساله باشی، آمین، خودت این قدرت رو داری. بارها اومدین سراغ من گفتم برین خودتون برای خودتون دعا کنین، برای بچه‌تون دعا کن، دیدی خدا چجوری جواب داده؟ چرا نمی‌کنین؟ چرا ارث خودتون رو نمیشناسین؟ نام عیسی مسیح خداوند. آمین. الان خسته شدین یا نه؟ نه. الان میخوام به اساسی ترین دعا در مسیحیت، اینا همه یه اشانتیون بود، ولی در آخر میخوام یه دعای اساسی که شما رو به سوی اون درها و دروازه های خدا، عمق‌های ارتباط با خدا اینجوری هلتون بده. آمی آماده ای؟ میخوای یه پازه داشته باشی؟ خدا رو شد. آمی خدا رو شد. خوشحالم. آمی دعای ربانی گوش کنیم فقط. ای پدر من که در آسمانی، متی باب 6 از آیه 9 میخونم، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید و اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیست و انجام برساند. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرض های ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر رهایی مانده، زیرا پادشاهی قدرت جلال تا ابد از آن توست. آمین. امروز دعا میکردم که این سرود رو داشته باشیم، حتما در آخر مدیریت عزیز و پرستنده ما هدایت خواهند شد. ای پدر ما عزیزان، خوب گوش کنیم، ورد نمیخوام یادتون بدم، میخوام هسته مرکزی این دعا رو به قوت روح القدس با همکاری شماها باز کنیم. ای پدر ما که در آسمان، در ابتدا چی میگه؟ میگه ای پدر ما، در ابتدا داره پدر بودن خدا رو که در قلب تعالیم مسیحیت داره چیکار میکنه؟ بیان میکنه. اگه ما فرزند شدیم باید، اینو میگم باید، باید جبری رو نمیگم، اون بایدی که در بطن ماست، اگه تولد تازه داری باید یک رابطه فرزندی و پدری داشته باشی، نه یک بنده و معبود. آمین. تو آسمون هفتمی مثل قدیم، فقط من باید جلو دولاراس شم، آیا یه چیزی به من میدی یا نمیدی؟ شایدم دعای فلان کشیش خیلی اون مقدس تره، اون خیلی بیشتر میره بالا، منو نه، منو بیچاره، چون هنوز تو فرزندی. آمین. در دعات باید به این اشاره کنی و نه فقط اشاره کنی، در قلبت اینو حس کنی. در دعای ربانی باید قلب ما عزیزم، وقتی میری در اون مذبح، ای پدر ما، قلب تو باید شروع به طلب و طلوب کنه. نشانش اینه. اگه تو پدر بودن او رو تجربه نکنی عزیزان، ملاقات نشی، بزرگترین فیض، بزرگترین برکتی که من در زندگی مسیحیم به دست آوردم از همون اوان کودکیم این بود که خدا رو به عنوان یک پدر، هنوز که هنوز این بالاتری اولویت زندگی منه، تو خود من رو فرزند خواندی. هر دفعه این سروده فقط من به رو میخوام بیفتم، عظمتی داره او که وقتی میگی پدر من، قلبت باید بلرز، زانوهات باید خم شه. بزرگترین هدیه‌ای که تو دریافت کردی و تا آخر عمرت باقی خواهد مون چیه؟ او رو به عنوان پدر ملاقات کنی عزیزم، ملاقات کنی، صدای پدرتو بشنوی. کسی که هنوز این هدیه رو دریافت نکرده، مطمئن باش که غافلترین انسانی، غافلترین فرزندی. وقتی که ما میگیم ای پدر من، داری چی میگی؟ یعنی تو یتیم و آواره نیستی تا دیگران به تو وصل شن. ما
من البته نمیگم اینا رو، هم میگم ما دعای اتحاد داریم، دعای شفاعت داریم، ما برای هم پشتمون هستیم، ولی من میخوام شما رو از این وضعیتی که یه نفر رو سوپر مقدس بدونیم، فکر کنین اون یه چیز خاصیه، دعاش یه چیز خاصی. بارها من اینجا گفتم من عطیه شفا ندارم عزیزان، عطیه من هیچ تخصص روان درمانی ندارم عزیزان، من هیچ مدرک روان درمانی ندارم. اگه بعضا اینجا شفاهای اومده فقط دعا در نام عیسی بوده، فقط جلالش مال عیسی مسیح خداوند بوده. اگه همون دعا رو، همون دعای قلبتو، تپش قلبتو با خدا پدر یک باشه، همون شفا رو تو دریافت خواهی کرد. آمین. وقتی تو میگی پدر این روح یتیمی آوارگی که تو رو وصل کنه به دیگران از تو بریده میشه، اما به همه کسانی که او رو پذیرفتن این حق رو داد که فرزندان خدا نامیده بشن، یعنی هر کسی که به نام او ایمان میاره. عزیزان خدایی نداریم که هیچ وقت به او دسترسی نداشته باشیم. لطف عیسی مسیح شامل حال ما شد که قلب ما با قلب او به عنوان یه پدر و فرزند یک بشه. آمین. که در آسمانی اول به نزدیک بودن رابطه ما یک ایماندار اشاره میکنه، دوم داره چی میگه؟ حرمت خدا رو داره بالا میبره، یعنی اون با ما فرق داره. یه موقع ها خیلی قاطی میشیم، یعنی یه موقع فکر میکنم دیدین میریم مثلا توی یه جایی، داستانم دارم براتون بگم، فقط الان خیلی طول میکشه. یه پادشاهی دعوتمون میکنه، کم کم سر سفرهش میشینیم دیگه یادمون میره که فکر میکنیم ما پادشاهیم اونجا، نیست. کم کم بعدمون نمیاد اونو از تخت خودش پایین بکشیم، خودمون بریم بشینیم. هیچ وقت یادمون نره پدر و فرزندیم، ولی او خالق انسان هاست، او پدر ماست اما خالق ماست. وقتی میگیم ای پدر ما که در آسمانی، حرمت میذاریم. آمین. میدونیم که او با مخلوق خودش فرق داره و همینطور به سه تا قسمت اشاره داریم میکنیم عزیزان، و این مذبح ما رو پر از آتش میکنه، دعای ما رو به عرش اعلی میبره. داری چی میگی؟ ای پدر ما که در آسمانی، داری میگی او حضور مطلق خداوند رو داری اشاره میکنی، قدرت مطلق خداوند و علم مطلق خداوند. اگه تو با این آگاهی بگی ای پدر ما که در آسمانی، عزیزان چه اتفاقی میفته؟ یعنی تو داری میگی حضور مطلق، پس اینجا خدا کنار تو نشسته، نیست؟ هی احتیاج نیست بگی خدا تو کجایی؟ حالا اگرم نمیبینی، به قول ایوب میگه از کنار من میگذره ولی من نمیبینمش، خب من کورم ولی اون میگذره، من به خاطر مشکلم تاریکی های زندگیم نمیتونم او رو ببینم، ولی او هست. اگه میگی ای پدر ما که در آسمانی، همچون به قدرت مطلق او رو هی مشکلاتتو بزرگ نمی کنی. اگه کوه مشکلات جلوت، قدرت مطلق خدا بالاتر میان. آمین. نه مشکلاته، کسیه که روی مشکلات تو فائق اومده، چون داری میگه ای پدر ما که در آسمانی. به چی داری اشاره میکنی؟ به قدرت مطلق او، همینجور به علم مطلق او. عزیزان داری اشاره میکنی، میگه او میدونه وقتی من دستامو به هم گره میزنم و خدای من همه نیازهای منو میبینه، او میدونه، او علم مطلقه، میدونه من چه نیازی دارم. زمانی که تو اینو درک میکنی عزیز، چقدر دعای تو غنی میشه، دیگه میتونی بگی من دعا نمیتونم بکنم و بعد نام تو مقدس باد. چقدر زیباست که خدا رو در قدوسیتش و آگاه از قدوسیتش به خاطر خون عیسی مسیح خداوند او رو پرستش کنی. وقتی یک ایماندار عزیزان از قدوسیت خداوند با خبره و ایمان داره، نیست؟ ایمان داره که حتی نمیگه فقط فیض محبت، میدونه که حتی محبت و فیض او از قدوسیت او جاری میشه، با این علم زانو میزنه، چی میشه عزیزان؟ ثمرش پنجره های آسمون روی او باز میشه. آمین. چون میدونه محبت خدا حتی از قدوسیت او میاد، و این وقتی به قدوسیت او اشاره میکنه، نام تو مقدس باد، اون موقع باور کنی
باور کن بیشترین دعایی که از همون سن طفولیت بود یاد گرفته، ای خداوند نام تو مقدس باشه در زندگی من، در اعمال من، در رفتار من. هنوزم اونجوری قابل رویت نیست میدونم، برای همین به این چیزا انقدر احتیاج دارم، یه انقدر دارم. نام تو در کلیسای ما مقدس باشه، در خادمین تو که اسمشون رو خادم میذارن نیست، در راستگویی اونا، در صداقت اونا. بزرگترین خدمت یه خادم اینه که کلیسا رو در قدوسیت حفظ کنه. اگه یه خادم نفهمیده که قدوسیت خدا چیه و چقدر گناه و دروغ و ریاکاری توی کلیسا رخنه میکنه. نام تو مقدس باد، قدوسیت نام خداوند در زندگی او، در خانواده، در خونش، وقتی هیچکی نمیبینه نیست، نه یا نه خونه خادمی خدای نکرده اطلاعات خیلی منفور و ناجور بیارن که نام خداوند ما پایین بیاد. پس این چی داره میگه؟ نام تو مقدس باد. انگار داره میگه من میخوام تو زندگیم زندگی داشته باشم که باعث تمجید نام تو باشه، رفتار من به عنوان یک ایماندار، یک خادم باعث جلال نام تو باشه. پس وقتی جلوی خدا زانو میزنی، انگار داری او رو با فروتنی قدوسیت او رو میپرستی و از او میخوای خدا به من قدوسیت بده، تحمل بده، صبر بده، آمی صداقت بده. چرا؟ چون تو قدوسی و من خوانده شدم که شبیه تو باشم. آمین. و پادشاهی تو بیاید و اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز و انجام برسد. پادشاهی تو بیاید. عزیزا اراده خدا چیست؟ که پادشاهی او انجام بشه. حاکمیت و درک حاکمیت عیسی مسیح خداوند در زندگی ما، با گفتن این دعا، وقتی این دعا رو میکنی انگار داری شفاعت میکنی نزد بالاترین قدرت ها که ای خدا ملکوت تو بیاید، پادشاهی تو بیاید. همون پادشاهی اول در قلب من باشه. ملکوت خدا چیه؟ صلح، سلامتی، شادی، آزادی. میگه ملکوت خدا خوردن و نوشیدن و این بر اون بر نمیدونم عشق و کیف کردن نیست، بلکه در درون قلب توه. وقتی اینو دعا میکنی و شروع میکنی پادشاهی خدا رو طلبیدن، پادشاهی خدا چیه؟ دموکراسی نیست که هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه، بلکه همیشه از بدو کتاب مقدس تا آخرش خدا داره به سلسله مراتب یه نظمی توی ملکوت و پادشاهیش داره اشاره میکنه. ای خدا این پادشاهی تو که توش نظمه و نظم توست که جلال ساطع میشه توی زندگی من انجام برسه. تفکر و سخنان زبان من باعث خوشنودی تو باشه، ای خدایی که صخره نجات من هستی. ملکوت تو در قلب من نازل بشه تا انسان ها بتونن این ملکوت رو در زندگی من ببینن و اراده تو بر زمین بشود. کدوم اراده؟ همون اراده‌ای که در آسمانه، همون اراده. من دنبال خواستای خودم نیستم، خواهش من نه، بلکه اراده ای تو. وقتی با این روح تسلیم میری دیگه خدا دعای 20 ساله ای تو هم جواب نده. میدونی اراده خداست، خدا خداست، خدا تو مشت تو جا نمیگیره. تو با دعا قراری مشت خدا رو بپیچونی که اراده تو رو انجام بده. خدا تو مشت منو تو جا نمیگیره عزیزان. تو با این دعا به حاکمیت و پادشاهی مطلق خدا اذعان میکنی، اعتراف میکنی. این فریاد قلب یک ایماندار باشه که اراده تو در زندگی من پیاده بشه عزیزان. اینجوری وقتی باشه تو هر شرایطی، تو هر آتشی، روح القدس قوت میده که جلو بری. آمین. نان روزانه ما رو امروز به ما بده. اول ملکوت من رو بطلب که طلبیدی، بعد تمام نیازهای تو فراهم میشه. خدایی که به سوسنهای چمن، مرغان آسمان نگاه میکنه، خدایی که یهوه یراز مهیا کننده ماست، وقتی ملکوت او رو در زندگیمون میطلبیم، میگه دنبال کجاست این
متا باب 6 آیه 33 ملکوت او رو به طلبی که تمام چیزها برای شما. اینجا هم تو دعای ربانی اول ملکوت بعد چی؟ سی... نان منو بده. نمیگه اشتیاق شیر... سیری ناپذیر منو، تمه‌های تموم نشدنه منو، میگه نان کفاف منو. خداوند روح کفاف، روح قناعت به من بده، روح قانع بودن به من بده. این داره این دعا رو میکنه نیست؟ در کتاب امثال خیلی آیه قشنگه، سلیمان که حکمت داشت به درگاه خدا دعا میکنه، میگه ای خدا انقدر گشنم نذار که نام مقدس تو رو برم دزدی کنم، لطمه دار کنم، انقدر منو پولدار نکن که خودم رو گم کنم، تو رو فراموش کنم. امثال 39 میتونی یادداشت کنی و دعای خودتون قرار بدی. واقعا روح قناعت، روح بی‌نیازی چقدر رضایت درونی در انسان میاره. آمین. قرض های ما رو ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود رو میبخشیم. اگه کسی نمیخواد دیگران رو ببخشه، نشون میده که مانعی در زندگی اونه و که نمیتونه بخشش خدا رو بچشه. یادتونه یه بار راجع به این موعظه کردم، بازم میخوام یه اشاره‌ای بکنم. یه موقع من خیلی با این درگیر میشدم، گفتم انگار خدا داره با من معامله میکنه. خب من الان نمیتونم ببخشم، یعنی تو هم منو نبخشیدی، پس خون عیسی چی شد؟ این منظورش این نیست عزیزان. میگه کسی که نمیبخشه، کسی که عدم بخشش در قلبشه، نمیتونه این بخششی که خدا تو رو بخشیده، فیض از این بخشش توی تو جاریه، اونو نمیتونه تجربه کنه، اونو نمیتونه. کسی که میبخشه هر روز این بخشش، این فیض که شادی توی زندگی اون میاره، میتونه تجربه کنه. راجب اینو مفات این بخشش هم بارها گفتم نیست؟ اعتماد کردن نیست، دوباره رابطه برقرار کردن نیست، بخشش رابطه توه با خدا. اینا رو نمیخوام تکرار کنم. امیدوارم اگه احتیاج دارین راجب بخشش یا عدم بخشش تعلیم بیشتری یاد بگیرین که واقعا آسونتر براتون باشه و این بار سنگین نباشه، میتونین به یوتیوب بازم مراجعه کنین و حتی میتونیم این دعا رو به این صورت بگیم: خداوند من بدهکاران خود رو میبخشم چون تو بزرگترین گناه های من رو بخشیدی. خدایا بخشش من در مقابل لطف تو اصلا جایی نداره. و اینو هیچ وقت یادمون نره، بخشش یه معجزه است. باور کنیم من هنوز که هنوزه، نه هنوز اصلا چیزی نیستم، 20 سال دیگم، 30 سال دیگم، اگه خدا عمری باشه روی زمین باشم، فقط میدونم که اگه بخششی کردم فقط معجزه بوده. نسرین پر از عدم بخشش و کینه است. آره همین میگم خدایا بخشش خودتو، معجزه بخشش رو در قلبم به وجود بیار. آمین. تقریبا کی بود تاریخش رو زدم الان یادم افتاد، سه‌شنبه که روزه، سه‌شنبه ها روزیه که بیشتر در حضور خدا هستم. اون روز که میخواستم سه‌شنبه صبح پاشم، سه‌شنبه برام خاص دوشنبه شب بود، یه دفعه نصف شب پاشدم دم یک عدم بخشش توی قلبمه. یه خاطره ای از یه شخصی توی کلیسا یادم افتاده بود که واقعا چقدر پیش خودم اون لحظه خودم قربانی که چه خدماتی، فقط نارو، فقط دروغ، فقط ریاکاری، فقط هنوز که هنوزه داره چقدر لطمه میزنه به کلیسا. و واقعا خش بود، هرس بود و همینجور که این ور اون ور میخوابیدم گفتم خدا کمکم کن ببخشم، من فردا میخوام در حضور تو باشم، من نمیتونم ببخشم، کمکم کن. هر چی تقلا میکردم واقعا این بخشش رو دریافت نمیکردم. با تقلا و ناراحتی خوابم برد. وقتی خوابم برد و یه خوابی دیدم که مطمئنم خداست، گوشه از آسمون خدا نشونم داد که آمین، که خدا داره آماده میکنه برای موعظه بعدی، که میگه وقتی جلال خدا رو ببینی تمام دردهای حاضر رنگ میبازه. واقعا صبح خدا سکوت کرد، من هیچ چیزی دریافت نکردم، من با عدم بخشش خوابیدم، ولی گوشه از اون حضور آسمان
باعث شد که بفهمم چقدر حقیرانه و بچگانه به این چیزا فکر میکنم. مثل یه بچه ایم که برای یه آب نبات چوبی دارم دست و پا میزنم، در حالی که چه جلال منتظر تک تک ماست. آمین. و در آخر میگه ما رو در آزمایش میاور، بلکه از اون شریر رهایی مانده. همونطور که ما به خدای زندمون ایمان داریم عزیزان، باید به حضور شیطان هم ایمان داشته باشیم. ملکوت عیسی شروع شده، اما نیروهای تاریکی هم در کاره و خداوند میخواد به ایمانداران صلح سلامتی بده، اما شیطان چیه؟ کارش اینه که بدوزه، نابود کنه. ملکوت صلح و سلامتی رو در ایمانداران چیکار کنه؟ بدوزه. برای همین یحیای تعمید دهنده میگه از روزی که توبه شروع شده، ملکوت عیسی شروع شده، جباران در حال چیکار کردنن، روبایدن، یعنی کسایی ملکوت خدا رو به دست میارن که در این دعا جد و جهد میکنن، میجنگن مثل یه جبار. یعنی اینجوری بشینی ملکوت اینجوری بریزه تو قلبت؟ میگه ملکوت خدا شروع شده اما جباران او رو به دست میارن. آمین. این یه زاویه از تعلیمه که در دعا ما میتونیم این ملکوتو از اون شیطان که دائما میخواد بدوزه دریافت کنیم، ملکوت صلح و سلامت. چیزی که راجع به شیطان باید بدونیم سه تا چیز عزیزان: دشمن نامرئیه، قویه، شریر و بسیار بیرحمه. در این دعا چی میگیم؟ میگیم ما نمیتونیم. چی داریم میگیم وقتی میگیم نمیتونیم تسلیم؟ یعنی ما مسکینه در روحیم، حمایت تو رو احتیاج داریم. و با این دعا خودمونو میاریم زیر پرده خیمه محافظت و حفاظت الهی. آمین. تا از اون بدیهای شریر حفظ شیم. دعای یبیس یادتونه؟ ای خدا و من رو بدی حفظ کن. بعد از اون به خصوص برکات، برکاتی اگه میاد، تعمید میاد، مکاشفه میگیری، ای خدا من رو بدی حفظ کن تا مایوس نگردم. ما خیلی راحت قشن یلخی برای خودمون راه میریم، یه برکت مکاشفه فکر میکنیم الان میمونه. دشمن بیدار، شریر، بیرحمه، و ما احتیاج داریم که هر روز بگیم ما رو از شریر و نقشه های شریرانه که بزرگترین شیطان نفس اماره، این غرور و جاه طلبیه که هر جایی که میگی من ندارم، همونجا نشون میده که خیلی احتیاج داری. حسادت، نبخشیدن که قلب ما رو تسخیر میکنه و نمیذاره مذبح دعا برای خدا آماده کنه. و یک مسیحی باید بدونه و خلاف جریان آب این دنیا داره حرکت میکنه و تمامی این دعای ربانی ما رو داره چیکار میکنه؟ در قوت او زورآور میکنه. و در آخر زیرا پادشاهی، قدرت، جلال تا ابد از آن توست. با پرستش شروع شد، با پرستش به اتمام میرسی، چون تو قدرت مطلقه خدا. من به تنهایی هیچ کاری نمیتونم بکنم، برای همین جلال از آن تو. این دعا باید سلوحه یک ایماندار باشه. کسی که زانو میزنه باید بدونه چه معراجی در قلب او شروع به بلند شدن میکنه. عزیزان، دو نوع افراد در کلیسا وجود دارن: افرادی که به خدا وابستن و افرادی که به خدا وابسته نیستن. و کسی که زانو میزنه در مذبح دعاش نشون میده که به خدا وابسته است. ما با حرف نمیتونیم عاشقتم عیسی، بیایم بریم خدمت کنیم، با خدمت هامون نمیتونیم، با موعظه گوش کردن ها نمیتونیم. عزیزان، هر موقعی که تو زانو زدی، آمین، نشون میدی که تو در خط، در تیم خداوند داری حرکت میکنی و به خدا وابسته ای. شخصی که وقت مخصوص با خدا میذاره، افکارش تازه میشه، فکرهای دیروز مردخار نیست. هفته پیش چی بود؟ ایماندار مردخار نیست، مثل عقابه، مرده نمیره بخوره، برکتهای دیروز رو چنگ نمیدازه. دیروز اینجور شد، یه ما پیش اینجوری شد. آمین. بلکه افکارش تازه میشه، شهادتاش تازه است و هر روز در هر شرایطی با تازگی در روح زندگی میکنه. و یک ایماندار باید تمرکزش روی عیسی مسیح بذاره. میگه ایوب میگه فرمان لبهای تو بر نگشتم و سخنان دهان تو رو زیاده از رزق خود ذخیره کردم. باشه که این دعای ربانی به جای تمام چیزایی که ما در دل خودمون ذخیره میکنیم، یه موقع کینه دی انسانه میگه پرم، مادر خودم یه موقع میگه پرم، پرم از درد، پر از غم و غصه، پرم از خشم،
خیلی ها میگی نیست، پرم پرم از یه موقع قرمه سبزی، چلو کباب، نمیدونم پر از چی هستیم، پر از حق به جانبی، حق منه نیست. فقط اینجا میگه کلام تو در دل من ذخیره بشه، پر بشم از کلام تو. آمین. حداقل یک ایماندار روزی یک آیه باید در دل خودش ذخیره کنه، تمرکزش روی عیسی مسیح بذاره. کسی که در حریم خدا زندگی میکنه میدونه به تنهایی نمیتونه عزیزان جلو بره، و همینطور مشارکتشو با ایمانداران در دعا حفظ میکنه. بیایم با هم در این آخر به سوی تخت فیض خدا در دعا حرکت کنیم، با دلیری نزدیک تخت فیض خدا بریم، نه فقط وقتی مشکل داریم، هر روز این مذبح دعا رو بذاریم، چون میگه با دلیری نزدیک تخت فیض خدا بریم تا برکتی رو، فیضی رو دریافت کنیم که به وقت ضرورت ما رو اعانت میکنه. عزیزان یادمه با پاستور وقتی روزه میگرفتیم، خالی 3 روز 4 روز هیچی دریافت نمیکرد. خیلی پاستور حرف قشنگی میزن، من یه موقع ناامید میشم، میگفت یه موقعهایی که ما اصلا انتظارش هم نداریم یه های خدا برکت میریزه. نیست؟ به وقت ضرورت اعانتهای خدا میاد. پس انقدر دنبال نتیجه نباشیم. امروز دعا کردیم هیچی نگرفتیم، 10 1 دادیم هیچی نگرفتیم، این کارو کردیم هیچی نگرفتیم. از نیکوکاری خسته خاطر نباش، به خصوص در مذبح دعا. مرسی برای تحمل و صبرتون، خدا شما رو برکت بده.